دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سیاوش سینا هستم، در زمینه آموزش تضمینی عود در مدت زمان 5 ماه با شماره تماس 0921-241-44-30 0936-449-1296 0919-88-90-183. خب عزیزان، این آهنگ بی نظیر، خاطر انگیز و کاملا آهنگ سخت و آهنگی بود که واقعا دوست داشتم 5 تا عود بغل هم باشه که بتونم خیلی کارهای دیگه با این آهنگ بکنم. ولی خب افسوس که حالا اینجا یکی دو تا یا سه تا کی برده نمیشه، زیاد فضا هم کوچیکه و نمیشه اون کار رو روش انجام بدیم. ولی خب با سازهای زنده خیلی این کار قشنگتر میشه، خیلی این کار زیباتر میشه، یه کار محشر و فوق‌العاده‌ایه که خب دیگه شاید 80% از بزرگان، دوستان و بیننده هایی که دارم ویدیوامو میبینن واقعا این آهنگو میشناسن و خاطرهای خوبی با این آهنگ دارن. و بنده هم به صورت نمونه آموزشی این کار رو اجرا کردم که دوستان کار منو ببینن، چون کار خاصی من روی آهنگو انجام نمیدم. و اینکه قبلا گفتم اگه بخوام این کارا رو خیلی زیباتر بزنم توی تنهایی خودم، میام خیلی بلا سر آهنگ میارم که فوق‌العاده بشه. ولی چون جلوی دوربین کار زندهه، کار زنده دیگه، بالاخره اتفاق میفته، امکان هر ایرادی، اشکالی، خرابی توی کار هست، چه نظر کیفیت صدا، چه نظر حالا ایرادی که توی کار هست، بالاخره کار زنده. ولی اگه توی تنهایی بخوام این کار رو انجام بدیم، توی استودیو بیایم حالا ترک ترک کنیم و این کار رو بکنیم، اونی بعدش فردار کار خیلی فوق‌العاده میشه. ولی باز کار مثل کار روز اولش نمیشه، اون چیزی که روز اولش اون کار زده شده به هیچ وجه مثل اون کار اولیه خودش نمیشه. به هر حال انشاءالله که دوستان لذت برده باشن از این آهنگ فوق‌العاده. خب دوستان، 6 تا نکته. اولین نکته، عزیزانی که مایلن پکیج ویدیوی آموزشمون داشته باشن میتونن با شمارهام در تماس باشن. نکته دوم، دوستانی که میخوان پکیج کامل ریسازی رو داشته باشن که بعدها بتونن بعد از نوازندگی بتونن ریتمشون رو خودشون بسازن، حالا استریو میخوان بزنن بتونن تنظیم کنن، تنظیم کننده خوبی هم میخوان بشن، میتونن پکیج ریسازی هم داشته باشن. نکته سوم، دوستانی که ایرادگیری دارن توی نوازندگی، با این دوستان به صورت ایرادگیری کار میشه. نکته چهارم، عزیزانی که تازه این کارشون رو کردن، میخوان عود بخرن، میخوان آموزش ببینن، میتونن راهنماییشون کنن. نکته پنجم، دوستانی که خواننده هستن، در زمینه آهنگسازی، تک ترک و آلبوم در خدمتشون هستم. اما نکته ششم، یه عزیزانی هستن حالا مشغله کارشون زیاده یا نمیتونن یا نمیخوان پکیج رو از پایه کار کنن، میخوان فقط آهنگی کار کنن. با این دوستان آهنگی کار میکنم و از زیر 20 آهنگ هم کار نمیکنم، 20 آهنگ تصویری با توضیحات کامل، با دید فوق العاده عالی اجرا میشه، به این عزیزان ارسال میشه. خیلی ها فکر میکنن که این آهنگایی که من دارم میزنم همینجوری برای عزیزان میفرستم. نه دوستان، این کارهای خودمه، نمونه کارهای خودمه، چیزی که برای هنرجوه جور دیگه‌ایه و خیلی کار ملایمتر و خیلی معمولیتر و مبتدیتره. اینجوری نیست که بخوایم با 5 تا انگشت بخوام این کار رو انجام بدیم. و نکته بعد، دوستانی که دستگاهشون یاماهای کورگ، رولند، ستهای جدید میخوان، دوستانی که میخوان ستهاشون رو تبدیل کنن، یا عزیزانی که با برنامه های حالا اندروید iOS کار میکنن و الگوهای iOS اندروید، ستهای جدید میخوان، صدای جدید میخوان، من در خدمتشون هستم. خب دوستان، من ورامین هستم، دوستانی که ورامین قرچک، روستای بزرگ ورامین، حالا اطراف گمسار، طرف های افسریه، ربات کریم، اسلامشهر، کرج، کلیزک، شهرلی، مناطق بزرگ تهران هستن، موضوعی در 38 جلسه کامل، و عزیزانی که خارج از تهران هستن تو 30 استان کشور، حالا شیراز، مشهد، اصفهان، لرستان، کرمانشاه، مازندران، کرمان، حالا روستاهاشون، شهرهاشون، حالا شهرستانهاشون، به قول خودمون حالا هر دواتی هم این دوستان هستن، حالا خیلی شهر، خیلی استان و خیلی شهرستان و خیلی روستا تو ایران هست، و حتی ایزانی که خارج از کشور کار میکنن، تو کشورهای دیگه میخوان آموزش ببینن، با این دوستان به صورت غیر حضوری در 38 تا ویدیو کامل کار میشه. و شاید این برای ایزان نقطه سوال باشه که حضوری غیر حضوری چه فرقی با هم داره.
دوستان من میگم اولیه که حالا برامین هم قرچه که شرده یا تهران هم اسلام شهر رو باد کردیم من چون مسیرشون نزدیکه میان همون پکیج میگیرن که من برای دوستان غیر حضوری ارسال اونا میان پکیج رو میگیرن و چون مسیرشون نزدیکه اگه بتونن در ما یه جلسه برای ایرادگیری بیان اگر هم نتونن که همون پکیج رو میان میگیرن و مثل عیزان غیر حضوری تمام ایرادگیری هاشون رو از شبکه‌های مجازی انجام میدن البته الان هم همونه الان 99% کلن اونایی که نزدیک من هم هستن تمام ایرادگیری هاشون شبکه‌های مجازیه به خاطر موقعیت کرونا و به خاطر اینکه توی پکیج مبحث ها کامل کامل دیگه نیازی نیست طرف خواهد بیاد اینجا چهار تا ساله حالا علکی به پرس و بره و ایرادگیری حاد این دوستان چه حضوری چه غیر حضوری چه خارج از کشوری هم به صورت لایو اگه پا به اونجا برسید کار ایرادا خیلی حاد باشه اجرای لایو میرم و ایراداشون نشون میدم خب دوستان بنده مبحثی که باید من کار میکنم تئوری موسیقی پنج قوی کردن مراحل پنج گذاری مراحل آکورد شناسی مراحل گام شناسی مراحل گام نوازی مراحل آهنگسازی و در آخر چیزی که واقعا 95% از شاید بعضی از نوازنده هم هنوز توش نقص دارن گوش قوی کردن گوش به صورت که هنرجو بتونه هر آهنگی که گوش کرد راحت روی کیبورد در بیاره حالا خود بنده یه آهنگ گوش کنم در عرض 2 دقیقه روی کیبورد در میارم ولی خب دیگه بعد بیام شعر رو حفظ کنم و سبک اون آهنگ رو حفظ کنم ولی در آوردن اون آهنگ روی کیبورد برای من یک دقیقه هم تو زمان نمیبره ولی چون بخوام اجراش کنم حداقل یک روز زمان میبره که تا بخوام سبک اون آهنگ رو پیدا کنم و گوش واقعا چیز مهمیه یکی گوش یکی پنجه یکی تئوری این 3 تا چیز ختم تمام مراحل کاری که من با عزیزان کار میکنم چه حضوری چه غیر حضوری چه خارج از کشوری فرقی نمیکنه و حالا خب اونایی که تماس میگیرن بیشتر عزیزانی هستن که از خارج از تهران هستن یعنی تو استانهای بزرگ ایران مشهد شیراز بیشتر تو مشهد تو شیراز تو اصفهان کرمانشاه شمال ایران جنوب ایران زاهدان سیرجان طرفای شهرهای بزرگ شمال، شهرهای بزرگ جنوب، غرب، شرق، روستاها، شهرستان‌هاش هستن چون اونجا آموزش صحیح ندارن. حالا به قول خود دوستانی که به من میگفتن ما هر جایی که میرفتیم یا میریم فقط به ما چند تا آهنگ میرن میگن برو بزن یا یه آهنگ آروم میزدن طرف میگفت استاد میزد به من میگفت ارادت من فیلم بگی برو بزن جلسه اول، جلسه دوم اصلا اینو اشتباهه دوستان عزیزی که میره کلاس آموزش ببینه جلسه اول دوم سوم چهارم اصلا به این دوستان آهنگ نباید بدن این دوستان راه و روش داره کارشون و از تئوری باید شروع کنن پنجهشون قوی بشه آکوردها قوی بشه بدونن چجوری گوش رو قوی کنن بدونن چه تمرینی برای گوش بدن چه تمرینی برای پنجه بدن و اینا مهمه اونی که واقعا میخواد تو این کار پیشرفت کنه من در خدمتش هستم و 5 ماه باش کار تضمینی تموم میکنم و اینکه 5 ماه با عزیزان نیستم من هنرجو دارم نوازنده خیلی عالی شده 7 سال 8 سال مراسم میره هنوز باش در تماسم هنرجو دارم بعد از 5 سال مراسم داره میره هنوز باش در تماسم و بعد از اتمام دورم با شما دوست عزیز در تماس هستم تا لحظه که همکاریمون مداوم باشه و ادامه داشته باشه و اینکه من بارها شده کار هنرجو رو توی مجلس هنرجو مراسم بوده نوازندگی داشته میکرده خودم رفتم بعضی وقتا کارش رو انداختم 5 تا 6 تا آهنگم خودم تو مراسم میزدم و تا این حد من با هنرجو راحت هستم و اینکه تمام فوت و فن ریزه کاری های نوازندگی هرچی توی آموزش ارگ دونه دونه به عزیزان گفته میشه که عزیزان بتونن واقعا به اون چیزی که بخوام برسن نه اینکه در حد 4 تا آهنگ بزنن 4 تا نوت فارسی بزنن که فکر کنن نوازنده شدن نه توی مجلس توی استدیو واسه دلشون توی خونه واسه جشنا باید بی نظیر باشن از همه لحاظ یکی یه آهنگ درخواستی میده سریع باید بزنن یکی اصلا توی مجلس برای میشه میکروفون میگیره سریع میخونه اون نوازنده سریع باید تونالیته اون خواننده رو پیدا کنه و این بلا سر من اومده اتفاقا پیش اومده و این ماجراها برای من بوده من تو مراسم بودم
و مهمون همون مراسم یه دفعه بلند شده میکروفون یه دفعه و یه دفعه خونده، یه اون تونالیشه گامش رو پیدا کردم و بای زدم. اینقدر باید گوش هنرجو قوی باشه، از اون بر پنجش فوق العاده رفت، از اون بر تئوریش عالی باشه که هر کاری میکنه بدونه چیکار کنه. ولی خب تئوری یه جایی به کار میره، پنجه و گوش یه جا به کار میره. حالا این رو من دونه دونه به عزیزان توی آموزش میگم و چیزایی که نباید توی آموزش نیاوردم و نباید بگم و من اینا رو تو آموزش حالا به عنوان تجربه کاری به عزیزان میگم که عزیزان بتونن از این تجربیات منم بهره کافی رو ببرن. این هم یه آهنگی بود که بهتون اجرا کردم، آهنگ فوق‌العاده سخت، فوق‌العاده واقعا پنجه‌داری بود که من بهتون زدم، البته به صورت نمونه آموزشی. و گفتم اگه سازهای زنده باشه خیلی این کار قشنگتر میشه، تو استودیو ضبط بشه خیلی قشنگتر میشه، ولی من با یه قول دلم این کار رو میزنم و خب با یه قول خیلی سخته شما بخوای خیلی کار رو این آهنگ انجام بدی. به هر حال انشاءالله که لذت برده باشید از این کار زیبا، تا یه آهنگ خوشگلتر، یه آهنگ زیباتر و یه همکاری خوب با اونایی که عاشقانه این کار رو دوست دارن و میخوان آموزش ببینن، چه تهران هم، چه خارج از تهران هم، چه خارج از کشورم، انشاءالله یه همکاری خوب داشته باشم و پنج ماه تضمینی در خدمتشون هستم. خیلی دوستتون دارم، تا یه ویدیو دیگه روز شب خوش خدا نگهدار.